بچه ها دوباره سلام. خب دیدم وقت داریم یه دونه ویدیو دیگه بگیریم. من اگه میدونستم این ترافیک اینقدر قراره طولانی بشه، یه باک سمپل می آوردم، چون تا فرودگاه قاعدتا میرسوندم همه رو ریویو کنم. البته دست بیشتر از دوتا ندارم. امروز میخوام یه عطر اروماتیک همچین سبز و فلزی رو واسهتون معرفی کنم که سالهاست از اینجور روایح رو توی بازار نمیبینیم، مگه همون عطرهای کلاسیکی که از قدیم موندن. عطر لو هستش از برند تاور. سمپلش رو اندی برام فرستاده بود برای بگم دیگه سورپرایز، قراره یه مصاحبه توی سمور رخ بده و در واقع تا فکر میکنم اگه اندی هم یه خورده همت کنه یه ذره از این گشت و گذاراش کم کنه و زودتر جواب ایمیلا رو بده تا یکی دو هفته ای تمومش کنیم. این مصاحبه قراره به صورت، چون نمیتونیم ملاقات کنیم و نمیتونیم وقت اینو نداریم که تلفنی صحبت کنیم، سوالا رو من با ایمیل میفرستم اون جواب میده، دوباره سوال بعدی رو من میفرستم اون جواب میده، که اینجوری هم یه ذره حالت فیس تو فیس اینترویو شکل بگیره، همین که اگه اون وسط سوالی پیش اومد من بتونم در واقع دوباره بپرسم و دوباره کاری نشه. لو یه عطریه که اندی تو همین چند سال اخیر در واقع بیرون داده، فکر کنم 2016 باشه اگه اشتباه نکرده باشه. خب اندی تاور رو اکثر شما میشناسین، نیش بازا خیلی خوب میشناسنش. دو تا از عطراش همیشه به نظر من، از نظر من پورتال بودن برای ورود به دنیای نیش. یکی صرف دو لر دوز دو ماروکن که همون عطر ادویه کهربایی شرقیش هست، و دومی هم صرف سه لون استار مموری که یه عطر در واقع چرمی خیلی اصولگرایی هستش که رایه کلاسیکی در واقع تو این چرم خود نمایی میکنه. عزیز جان با این صورت من دارم میرم، چجوری داری بسید خیلی اومیه شما؟ اندی تاور یه آدم خیلی خوش صحبت، خیلی صمیمی، خیلی همه فن حریف هستش. خب قاعدتا بیشتر راجع به اندی توی مصاحبه خواهید دونست، ولی اینو بگم که آدمی که در واقع یکی از خصوصیات بارزش این کلوز کانتکتش با مشتریاشه. یعنی شما ایمیل بزنین بهش، به محضی که فرصت جواب دادن پیدا کنه حتما جوابتون رو میده، و اگه شرایط کمک کردن وجود داشته باشه حتما کمکتون میکنه. آدم خوش صحبت و خوش قلبی هستش، یه آدم خیلی ساده و بیشیله پیله، و خب مخاطباش هم قاعدتا دوستش دارن به همین دلیل، و کم طرفدار نداره سر اینجور چیزاش، سر این رفتارش. خب واقعا سخته شما عطر رو بسازین، پکیجش رو خودتون انجام بدین، همه کارش رو خودتون انجام بدین، حتی فروشش رو بفرستین و بفرستون و بدون هیچ دستیاری، و علارغم این به بلاگتون هم سر بزنین، اونجا هم همیشه بنویسین، اینستاگرامتون همیشه فعال باشه، به تفریحاتتون هم برسین، به مخاطبتون هم همیشه جواب بدین. یعنی واقعا من یکی کم میارم سر این چیزا، نمیتونم. بگذاریم برسیم به لو. عطریه که خب من این برم، عطریه که من قبل اینکه بو کنم اینو گفتم خب احتمالاً با سوئیسی بودن اندی اینو در نظر بگیریم که یه سوئیسی هستش، احتمالاً یه ترکیب اروپایی میشه گفت، در واقع سبز مرکباتی و فلان، اینو کاملاً اشتباه میکردم. یه رایحه کاملاً فلزی، کمی کافور مانند، گس، تلخ، سبز، صابونی و خیلی سبز پررنگ، حس سبز پررنگ بهتون میده، و نمیدونم یه ذره هم همچین حالت پانچ کلاسیک داره، یعنی چک میزنه تو صورتتون. و شروعش یه ذره من رو یاد عطرای مثل گرین آیریش توید یا مثل دیوید اوف کول واتر یا مثل اون دسته از عطرا چیزند، من رو یاد اون دسته از عطرا انداخت، یعنی حالت آروماتیک فلزی و حالت آکواتیک داره توش. آکواتیک، کاملا آکواتیک حساب میاد این عطر. ولی این رایه سبز رو چجوری میشه تعریفش کرد؟ من نوتاشو نگاه نکردم هنوز و همینجوری دارم در واقع چیز میکنم، خود رایه رو توصیف میکنم، چون من فکر میکنم به جای توضیح دادن راجب نوتا، اینجور توصیف کردن راجب رایه ممکنه بیشتر کمکتون کنه. حالا دو تا سه تا یا نهایتا پنج تا از نوتا اگه خیلی بارز بودن رو واسهتون آدم نام ببره، یعنی من نام ببرم، ممکنه توی درک رایحه یه خورده کمکتون کنه، ولی توی هایرارکی در واقع تاپ تو بیس، یعنی از شروع تا فرود عطر، این قضیه خیلی نمیتونه کمک کنه به درک رایحه. برسر حس بویایی یه حس میشه گفت چیز هستش، حسی هستش که
اون لحظه اکتیو میشه و شما در واقع یک حافظه بویایی ندارید. محافظه بویایی فقط وقتی اکتیو میشه که شما خود اون رایحه رو دوباره تست میکنین، خود اون رایحه به بینیتون وارد میشه. این اینه چیزه، حافظه بینایی ماست. یعنی اگه بهتون بگم شما نقاش هستین، بهتون بگم چهره مادرتون رو بکشین، احتمال خیلی زیاد اگه تمرین نکرده باشید نمیتونین نقاشیش کنین. شما فکر میکنین که آره تمام عناصر جزئی صورت مادرتون رو به خاطر میارین، ولی اینطور نیست. امتحان کنین، اگه نقاشی بلدین حتما امتحان کنین. برگردیم سر لو. دستامو اشتباه میگیرم فکر کن. آره همونجوری گفتم یه رایحه چوبی جالبی توشه، شبیه ویتیور یا شبیه نمیدونم یه چیزی شبیه برگ. آها یادم اومدی، من یاد کدوم عطرش انداخت، یاد یکی از عطرهای خود اندی تاور میندازه، فکر کنم نون تایت پتالز بوده یا پنتاکورد وردنت، یکی از این دوتا که آیوی داره یعنی پیچک توش داره، فکر کنم وردنت بوده، پنتاکورد وردنت که تو شیشه سبز در واقع ارائه میشه، من یاد اون میندازه. یه ترکیب تلوریک، یعنی ترکیب خاکیه، نه مثل تق که خاک پودری و در واقع خشک رو بهتون یادآور بشه. تلوریک یعنی اینکه خاک پروار باشه و بارور باشه و بار الکتریسیته داشته باشه، یعنی خاکی مثل خاک گلدون، خاک باغچه، خیسه و پر از چیز انرژی هستش و میتونه فرتایل یعنی باروره، میتونه سری چیز کنه، گیاه رو در واقع رشد بده اونجا، یه همچین حسی به میده. اون حس تلوریک رو داره. عمو جان کجا میای؟ چه خبره اینجا؟ عطریه که من سری پیش که تست کردم، علارغم اسمش که خب انتظار داشتم یه ذره در واقع همچین شل و آبکی و اینا باشه، حسابی جون داره و میشه گفت موندگاری خوبی داره. عطریه که معمولا اسمشون لو هستش، خب یعنی آب، یعنی اینکه حالا ما یه چی ساختیم که حالا هست دیگه، ولی نه اینجوری نیست، این کاملا استخون پره و جون داره، عطر خوبیه. موندگاریش خیلی بالاست، یعنی گفتم بالای 6 7 ساعت رو پوست من موند. البته نشر بوش خیلی قوی نیستش، مخصوصا تو نیم ساعت اول خوبه، بعدش دیگه کم کم یه خورده فروکش میکنه، اما بهتر چون اینجور روایه یه خورده امروزا کلاسیک حساب میان دیگه، یعنی ممکنه خیلی ذائقه خاصی طرف اینا برن، اساساً هم ذائقه خاصی رو میطلبه. اکثر عطرهای اندی تاور ذائقه خیلی خاصی رو میطلبن. فقط گفتم اون صرف دو و صرف سهش برای کسایی که وارد ای وای فدایی بود رسمن، ما نمیتونی بدوی نیا وسط خیابون، من امروز یکی رو میزنم باور کن، طرف نمیتونه 90 سالشه نمیتونه بدوی اونجوری اینجوری اینجوری اومده وسط خیابون داره میره اونم تو بزرگراه. داشتم میگفتم که آها صرف دوش و صرف سه یه خورده برای کسایی که وارد دنیای نیش میشن خب روایه پسندیده تری هستن، ولی خب مثلا عطرای مثل روز قندهار یا مثل اینسنس روز یا مثل همین نون تایت پتال یا بقیه عطراش یه خورده فرق دارن. عود اندی تاور هم در واقع یکی از اون عودهای عجیب غریبه که به طرفدارای عود باز، یعنی به طرفدارای عود اصلا پیشنهاد نمی‌کنم، بلکه به طرفدارای کارهای چرمی حتما پیشنهاد می‌کنم اینو تست کنن، چون رسما بوی گاراژ گازوئیل میده، خیلی چیز عجیب غریب و خاصیه. من بیشتر از اون دیگه توضیح ندم، قاعدتا توی اینترویو خواهید شنید، خواهید خوند و منتظر اینترویو ما باشین. با ماشین در سمور باید روی بیرون. نتونست حرف بزنم فعلا.